بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر کابل افغانستان اقدام به برگزاری آزمون برای بانوان طلبه در این مجتمع نمود. مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر کابل در کشور افغانستان می باشد، امتحانات ترم اول سال 1403 را برگزار می کند. لازم به ذکر است این امتحانات در دو بخش حوزه علمیه و دارالقرآن این مجتمع و با شرکت بیش از 200 بانوی طلبه و 400 قرآن آموز برگزار می شود. برگزاری این امتحانات از روز 24 شهریور سال جاری آغاز شده است و به مدت 3 روز ادامه می یابد. با حمایت رسانه‌ای مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف و اتحادیه شبکه‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای شیعه، المپیاد ملی روباتیک در نجف اشرف برگزار شد. شنیده ذکر است مسابقات المپیاد ملی روباتیک زیر نظر انجمن مهندسان عراق شعبه نجف اشرف در این استان برگزار شد. لازم به ذکر است این مسابقات با حضور و مشارکت تیم‌های از 10 استان عراق و همچنین حمایت رسانه‌ای مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف و اتحادیه شبکه‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای شیعه که از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی میباشد برگزار گردیده است. مسجد و مرکز اسلامی الفرقان در گلاسکوی اسکاتلند تور بازدید از مسجد را برای آشنایی غیر مسلمانان با فرهنگ اسلامی برگزار می کند. قابل ذکر است تور بازدید از مسجد معروف گلاسکو در روزهای 28 و 29 سپتامبر 2024، 24 و 25 ماه مهر برگزار می شود. در همین راستا مسجد گلاسکو در بیانیه ضمن دعوت از همه اقشار جامعه با هر دین و مذهب و پیشینه‌ای گفت که این تور فرصت مناسبی را برای ایجاد پیوند و انسجام و تقویت روح وحدت در جامعه به وجود می آورد. متولیان این مسجد همچنین نمایشگاهی را درباره ارتباط تاریخی اسلام و اسکاتلند برگزار خواهند کرد. گزارش ها از ایران حاکی است که مقام های این کشور ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس برخی از شهرها را ممنوع کرده اند. مدارس در استان های کرمان، شیراز و کهگیلویه و بویراحمد از ثبت نام کودکان افغانی خودداری می کنند. استاندار کرمان هشدار داده که هیچ کس حق ندارد پناهجویان بدون مدرک را ثبت نام کند. این در حالی است که اخیراً برخی از بیمهری ها نسبت به مهاجران افغانستانی در ایران افزایش یافته است. کمیته حقوقی پارلمان گرجستان پیشنویس قانون حمایت از ارزش های خانوادگی و کودکان را به تصویب رساند. گفتنی است پیشنویس این قانون چندین حوزه کلیدی از جمله ازدواج، فرزند خواندگی و مراقبت از کودکان زیر سن قانونی را شامل می گردد. شنیده ذکر است علاوه بر موارد اشاره شده، این بسته قانونی روز 17 می را به عنوان روز احترام به قداست خانواده و احترام به والدین تعیین کرده است. بر اساس برآورد یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی، بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ در نوار غزه 80 میلیارد دلار هزینه دارد. بنابر مطالعه صورت گرفته توسط مؤسسه پژوهشی رند که دفتر آن در کالیفرنیا است، بازسازی نوار غزه بیش از 80 میلیارد دلار هزینه دارد و تنها آواربرداری بیش از 700 میلیون دلار هزینه دارد. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه همچنین نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی که با فرارسیدن فصل سرما
دو میلیون آواره فلسطینی در مناطق مختلف نوار غزه با آن مواجه می شوند هشدار داده است. به ازای هر یک نفری که در اتریش زندگی می کند 3.6 نفر گردشگر وجود دارد. اتریش پرجمعیت ترین مقصد گردشگری جهان نام گرفته است. این نامگذاری پس از آن صورت گرفت که مشخص شد اتریش به ازای هر شهروند ساکن این کشور پذیرای تقریبا 4 گردشگر است. شایان ذکر است اتریش حدود فقط 9 میلیون نفر جمعیت دارد، اما این کشور سالانه پذیرای 32 میلیون بازدید کننده بین المللی است. بیشتر این گردشگران در وین، پایتخت اتریش، متمرکزند. سی درصد از تولید نفت آمریکا و 41% تولید گاز این کشور در خلیج مکزیک به دلیل طوفان فرانسین که از سه‌شنبه گذشته این منطقه را در نوردید و خسارات زیادی به بار آورد متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، تأسیسات انرژی در امتداد ساحل خلیج آمریکا از سه‌شنبه گذشته کاهش فعالیت خود را آغاز کردند و برخی از سایت‌های تولیدی همزمان عبور طوفان از منطقه تخلیه شدند. این دفتر افزود طوفان باعث توقف تولید بیش از 522,000 بشکه نفت در روز و 755 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی شد. استفان مازی، دانشمند استرالیایی، میگوید که آزمایش پچ DERMR چند ثانیه طول میکشد و میتواند جان هزاران نفر را نجات دهد. گفتنیست این آزمایش روزی میتواند جایگزینی برای آزمایش بیوپسی باشد که رایج‌ترین روش برای تشخیص سرطان پوست است. لازم به ذکر است کل فرایند این آزمایش کمتر از 1 دقیقه طول میکشد. به گفته یه محققان نتایج نهایی این تست جدید هنوز کاملا مشخص نشده، ولی نتایج اولیه آن بسیار امیدوار کننده به نظر میرسد. نتایج مطالعه جدید نشان داده است که نوعی درمان رادیواکتیو میتواند به طور چشمگیری نتایج درمان سرطان پروستات را در همانند مراحل اولیه ارتقا بخشد. این کشف امیدهای تازه‌ای را برای بیماری یا بیماران مبتلا به این بیماری ایجاد نموده است. درمان فوق که به LUPSMA معروف شده، قبلا در آزمایش‌های بالینی نشان داده بود که در بیماران مبتلا به سرطان پروستات با متاستاز پیشرفته که تمام گزینه‌های درمانی دیگر را تمام کرده اند، باعث افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی می شود. با توجه به نتایج امیدوارکننده این مطالعه، انتظار می رود که این درمان به زودی به عنوان یکی از استانداردهای درمان سرطان پروستات در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. البته همچنان به تحقیقات بیشتری برای بهبود این درمان و گسترش کاربردهای آن نیاز است.